سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. خیلی وقتی که این صورت مستمر ولاگ نمیذارم، خب خیلی واقعا درگیرم. ترم آخر PhD هستش و از اون ور کار کردن روی کارهای پایان نامه، از اون ور دیگه خود جاب اپلای کردن یا پروسه های سنگینی، حالا در مورد هر کدومش یا ولاگی میذارم. اما امروز یک شنبه است، 10 مارچ. خب امروز برخلاف تمام یک شنبه هایی که تو سال گذشته کار کردم، قرار نیست کار بکنم. یعنی تصمیم گرفتم یه ولاگ واسهتون درست کنم. امروز شاید چند جا برم، از گروسریم، از یه هایک کوچیکی خواهم داشت. کلا کاری که تو امروز میکنم واسهتون میذارم و لا بلاش هم حرف میزنیم با هم دیگه در مورد اتفاقاتی گذشته و اتفاقاتی قراره بگذره. بابا من دیشب تا ساعت 2-3 بیدار بودم، کار خاصی هم نکردم، یعنی فقط هم توی خونه بودم، این از دیسکوی رفتم و کلابی جایی. و بعضی موقع دیگه دلت میخواد بکشی، یعنی شب رو نمیخواد 11، نه او کشیده، نه یعنی شب رو بکشی، ساعت 11 دلت نمیخواد بخوابی، ساعت 2-3 شب دلت میخواد بخوابی، صبح هم 11 پاشی، همه ساعت 11 صبح همه تو خمار بزنم آپس چه بخورم، برش میرم دوش بگیرم و آماده شم برم یه هایک کوچیک، بعدش هم میرم گروسری. حالا این وسط شاید رستوران هم برم مثلا غذا و نهار. یه چیزی یادم اومد که بگم، من خب به اینستاگرام کلا زیاد علاقه ای هم ندارم، زیاد باش حال نمی کنم، ولی خب یه پیجی در واقع زدم با یکی از دوستام که توی عمان زندگی میکنم. حالا اونجا هم سعی میکنیم که توی اینستاگرام ویدیوهای مختلفی بذاریم، حالا شاید کمی فرق کنه تمش، و سعی میکنم اونجا بذارم. حالا دوست داشتین اون پیجمونم توی اینستاگرام فالو بکنه، لینکشو توی کپشن میذارم. خب بچه دیشب یه بارون خیلی سنگین داشت میومد اینجا، ولی الان خیلی هوا خوبه، یعنی الان آسمون هم حتی شما نگاه کنید و همین خیلی آسمون ترتمیز و ایناست. من الان دارم میرم بیرون، در واقع دوش اینا گرفتم، صبحونه خوردم، معمولا همیشه هم یه فلاکس چایی و برم این برم که پروتئین شیک هم برمیدارم. و یه جایی هست به اسم پایرت کوف، تقریبا 20 دقیقه با خونه من فاصله داره، جای قشنگ، یه تپه ساحلیه که میتونی روی اون تپه بشینی و در واقع اون دریاچه و اینا رو نگاه کنی. میرم اونجا اونو نشونتون میدم، پرشم که بریم گروسری. اینجا مثلا یه نکته که هست، مثلا من خونم حالا نشونتون میدم پشتشو، و جالب بدونید مثلا من خونه من الان این درایوی مخصوصشو همجوری که دارید میبینید، این بعضی موقع اونقدر بارون سنگی میاد که این کلا دیگه شسته میشه میره، یعنی این قسمت سنگریزایی که میکنن میره داخل اون خیابون اصلیه و من نمیتونم مثلا ماشینمو بیارم این پشت ساختمون. مثلا من الان این قسمت پشت ساختمون اونجا زندگی میکنم و نمیتونم ماشینمو بیارم اونجا، واسه همینه که میگم بدی های زندگی اینجا هم اینا هم هست دیگه. به هر حال بخوای نگاه بکنی، آب و هوای بد منظورم در بساط کلی خیلی وقتا زندگی تو مختل میکنه. یعنی مثلا ما امروز یا مثلا هفته پیش و امروز که 8-10 مارچه، بعد از 5-6 ماه که ما تونستیم یه هوای خوبی داشته باشیم که بتونیم بریم بیرون، و اینا در کل اونقدر هوا سرد بوده از مثلا آخرهای سپتامبر اینا که علنا هیچ جا نمیتونستیم بریم. حالا بریم با هم دیگه و پایرت کوف رو با هم ببینیم. بچه این فارم استند رو میبینید، این فارم استند دقیقا مثل همون گلخونهایی که ما تو ایران داریمه، که مثلا حالا بعضی موقع گیاهان تازه میارن، درخت میارن اینجا فروشی، حتی بعضی موقع مثلا میگم چیز میارن، مثلا میوه های فصلی که تر تازه است رو میارن و این فارم استند ها مثلا میفروشن. قیمتش هم خوبه، کیفیتش هم خیلی خوبه معمولا. خب اینجا یه شهر کوچیکیه توی لانگ آیلند به اسم پورت جف، که حالا مثلا منطقه بعدی نیست، میان اینجا واسه گردش و اینا. اما از این پورت جفی که الان همینجا نشون دادم رد شدیم، یه همین خیابونا رو مستقیم بریم، خیلی هم فاصله نداره، یعنی مثلا همینا که دارم فیلم میگیرم خواهید دید. یک مثلا انگار حالت مجموعه از مجموعه ساختمونی کامپلکس و اینا،
ولی اصلا قیمت خونه به صورت عجیبی توش بالاست. یعنی فقط فرض کنین همین یه 30 ثانیه پیش یه دقیقه پیشی که من نشونتون دادم، یا حتی همین خونه‌ای که الان دارین می‌بینید، مثلا این خونه هنوز گرون نیست، یهو میریم وارد این قسمت میشیم، بلتر بهش میگن. خب انا همین جایی که دارم میرم داخل، اینجا بهش میگن بلتر. بلتر یه ویلیجیه خب، وسط اون مثلا ببینید ورودی مثلا مخصوصی داره و اینا، کاری هم ندارم میتونید برید داخلش. ولی اینجا مثلا نگاه کلا دوربین موربین یک سره داره تو کل مسیر، و خونه های اینجا بسیار عیانی نشینه، یعنی اصلا به صورت عجیب غریبی خونه اینجا گرونه و افرادی که اینجا زندگی میکنن مثلا افرادی هستن که سطح میگم حقوقشون و درآمدشون خیلی بالاست. حالا پایرتس کوف دقیقاً ته این جاده است، یعنی الان میگم الان جاده رو شما ببینید، الان فرض کن بهار چه خوشگل این جاده و واقعا هم زیباست. یعنی تو بهار که میای اینجا آب و هوا خیلی خوبه، بعد میای اینجا میبینی که فرض کن تو فاصله مثلا 500 متری یه سری خونه‌های معمولی همچین منطقه‌ای هستش که واقعا سطح زندگی مردم بالا. این سطح زندگی بهتون میگم فکر نکنید مثلا این چیزه شوخی باشه، شاید مثلا قیمت خونه اینجا 4-5 میلیون دلار باشه، درآمد سالیانه اینا حداقل میاد هر کدومشون مثلا 2-3 میلیون هست. خب ولی اینا اصلا ایستگاه پلیس مخصوص خودشونو دارن، ببینید اینا ایستگاه پلیس مخصوص خودشونو دارن کلا توی منطقه، یه شهرک ها، خیلی فکر نکنید خیلی هم بزرگه، ویلیج در واقع فقط، ولی همچه امکاناتی رو دارن. ها بعدش هم میگفتن درآمدشون واقعا زیاده. خب بعد درآمد 2-3 میلیون فکر نکنید درآمد مثلا کمی ها در سال داشتن. الان مثلا ما رفیقایی داریم که تو گوگل و یوتیوب و اینور اونور کار میکنن، میگه تای کامپیوتر ساینس مثلا درآمدهای بالا سال 250,000 دلار در میارن. حالا شما فرض کنید اینا مثلا طرف شاید هیچ گونه مهارت مثلا تحصیلی یا مثلا ادویکیشن خاصی نداره، اما یه بیزینسی داره که توش داره همچین درآمدی رو در میاره. تازه میگم اینا باز خودشون خورده میلیونر حساب میشن، یعنی کسایی هستن که 10 برابر اینا دوباره درآمد سالیانه شونه. و واقعا میگم یعنی توی سیستم آمریکا اینو به چشم واقعا میشه دید که این اختلاف طبقاتی ها خیلی خیلی زیاده. یعنی یه سری درآمدایی میبینی که اصلا مغزت سود میکشه. ولی خب آمریکاست دیگه، هر چه بیشتر کار کنی، هر چقدر بیشتر استعداد داشته باشی، 100% بیشتر نصیبت میشه و اصلا ردخور نداره این قضیه، جا واسه پیشرفت هست. حالا من دارم میرم سمت پارکینگ ماشین رو پارک کنم و بقیه ولاگ رو بذارم. خارجی این جاده میاد اینجا و دقیقا اینجا یه پارکینگ گذاشتن، یه پارکینگ ایریایی، اونجا آبه میبینید، اینجا شما میتونید پارک کنید و برید کنار اون ساحلش و اون تپه ماسه‌ای که من میگم. پولی هم نیست این قسمت، پولی نیست، هر کی تونست بگیره دیگه، فرست کام فرست سرو. خب ما اینجا الان میام، باد خیلی زیاده ولی هوا خیلی خیلی سرد و اینجا میبینی این پایین، این قبلا آب عقب بود کلا، تپه‌ای کجا هست اما الان دیمشون از این بالا. سایه جلو خب بچه ها، باد خیلی شدیده و صدام شاید واقعا بد بیاد، سایه میشینم یه ساعتی بعدش میام. واقعا بعضی وقتا نیازه همینجور بیای بشینی یه جایی بسید اشکایی نکن. واقعا
چه من اومدم از این راه همین که میبینید برام برمیگردم سمت ماشین واقعا باید میومد، یعنی بیشتر از نیم ساعت نتونستم دوام بیارم. الان برم سمت ماشین، اطرافم خوشگل. الان از جاده بغلیش میرم که کم آسفالته. این هم دقیقا یه آلاچیق درست کردم میتونیم که بایستی و دوباره اون منظره ای که ما دیدیم با هم دیگه رو ببین. الان میرم سمت ماشین و بعدش بریم احتمالا نهار بردارم. خب الان نزدیکی پارکینگ میام کنم وایب خونه های اینجا فهم میکنم. خیلی خونه های شیک و پیکه و نسبت به لانگ آیلندی که مثلا همش فلته، اینجا یک کمی چون ارتفاع داره مثلا این خونه اون بالا هم هست. هر دیگه کنم منطقه عیان نشینیه قسمت بلتر و کلا میام لانگ آیلند. کلا خیلی سطح زندگی توش خوبه، مردم پولداری داره و نسبتاً حالا همه چی هم گرونه دیگه، مثلا خونه و اجاره خونه گرونه، ولی خب آدمایی که زندگی میکنن وضع مالیشون خوبه. آقا من رسیدم واسه پارکینگ، حالا سوار ماشین شیم و ببینیم بقیه روزمون چی میشه. آقا بعد امروز سانده دیگه، یک شنبه 10 مارچ. خب بعد من الان برگشتم سوار ماشین شدن، دیدم که ساعت ماشینم و گوشیم یکی نیست دیگه، یه ساعت عقب ساعت ماشینم. ساعت ماشینم مثلا 12:46 بود، ساعت گوشیم 1:46 بود. توی آمریکا توی 10 مارچ یه اتفاق میافته و ساعت ها رو در واقع عقب جلو اینجوریه، ساعت یه ساعت میکشن جلو و آره دیگه یه ساعتی از روزمون انگار امروز کمتره. آقا سگ پزی تو آمریکا ما زیاد داریم، یکیشون دلیه. خب دلیا سگ پزی هستن، ساندویچ فروشی و فلان اینا. بعد یه دلی داریم به اسم سیپورت دلی، این خیلی غذاش معروفه، من معمولا همیشه میام، هم قیمتش خوبه هم کیفیت خوبی داره. میرم تو حالا یه غذای بگم، واقعا هم شلوغه همیشه و ببینید که همه چی ها رو اینجا دارن. خب مثلا من یه ساندویچ گرفتم بهش میگن ویک اوچی. ویک اوچی و یک تو همین لانگ آیلند و نیویورک یه بازیکن فوتبال و اینا هست، یعنی اسمش ویک اوچیه، سیاه‌پوسته. بعد مثلا این میومده اینجا، بعد ساندویچی واسه خودش همینجوری مندرآبادی در آورده، درست دوباره بکنه ویک اوچی. خیلی بزرگه، یعنی مثلا الان بخوام بگم بهتون، یعنی من واقعا آدم پرخوریم ولی اینو نمیتونم تمام کنم، یعنی اینو میخورم تا یه روز سیرم قشنگ. قیمتش هم مثلا 18 دلار ساندویچ مرغ و مثلا بیکن و ایناست. و اینکه عرضم به حضورتون شما همین مثلا بخواید با یعنی همین غذا رو از بیرون بگیرید با همین حجم حداقل با 30 دلار بدید. و دلی خب میاد همینجوری معروفه به این که شما پول کم میدی، حالا نسبتاً کم میدی و حجم زیادی غذا میگیری. حالا میگیرم اینو، اینو گرفتم الان میرم یه منطقه‌ای، یه 20 دقیقه درایو، یه فانوس دریایی تقریبا میرم اونجا میشینم اینو میخورم تا بعد ببینیم چی میشه. خب حالا اینجا لایت هاوسه که بهتون گفتم، اومدم اینجا و این فانوس دریاییشون در واقع لایت هاوس که میای معمولا ماشینا رو اینجا پارک میکنن و این ویو رو جلو هم دارن و تو ماشین میشینن غذا بخورن بخورن و حرفی بزنن دیگه. معمولا میان اینجا جای قشنگیه، آرامش هست. خب بچه من نصف ساندویچ رو واقعا بیشتر نتونستم بخورم، این وقت بزرگی که نصفش بیشتر نخوردم، نصف دیگرش رو میذارم واسه بعدن. اینجا میگم چون خیلی هوا هم خوبه امروز، آرومه اینجا، ساکته. همینجا تو ماشین یه نیم ساعتی چرتی میزنم، مثلا طبیعی مثلا ماشین بغلی من الان داره کتاب میخونه، یعنی نشسته اون بر صندلی رو خاموش داره کتاب، جای آرومی، یعنی همچین مکانیه قشنگ واسه این وقتایی که نیاز داری مثلا بشینی ساکت یه جایی تمرکز کنی یا مثلا اصلا کاری هم نکنی فقط بشینی با خودت خلوت کنی، اینجا خیلی جای خوبی.
دیگه الان همینجا یه ساعتی یه چرتی میزنم من، بعدش میرم خرید احتمالا، برشم که میرم خونه. حالا با هم همراه هستیم ببینیم ادامه روز چجوری میشه. خب من همیشه کیسه خواب عقب ماشینم دارم، مثلا مکانای اینجوری که میام خیلی حال میده، یعنی واقعا جدا یک حس قشنگی داره. میای اینجا تو طبیعت که نیستی، ولی حداقل چون اونقدر هوا سردی میشه رفیق، ولی حداقل یه احساس در طبیعت بودن اون حس آرامش رو به دست میده. من دیگه عقب ماشینم همینجا دراز میکشم، یه ساعتی استراحت میکنم، میخوام، بعدش میریم خرید. ساعت 4:30 تقریبا خواب پا شدم. بالاخره خیلی حال داد، واقعا حال میده، یعنی یه جاییش کس نیست، خودت خودت تو ماشین نشستی بدون هیچ گونه مزاحمت یا سر صدایی. خب بعد یه هفته مثلا پر استرس بود فشار، همین یه ساعت هم خیلی رفرشینگه. بعد الان بیرون داره بارون و برف میاد، بارون برف شروع شده. دیگه من در رو ول میکنم، اونقدر باد شدیدی که اصلا در خودش بسته میشه، واقعا خیلی باد زیاده. دیگه ارزم بوده دنم میرم خرید و بعدش میرم خونه، حالا با هم بیریم خرید میکنیم و بعدش بریم خونه. خب من خرید کردم استاپ اند شاپ، یک کارت تقریبا از چیزهای مختلف خریدم. الان دارم میرم توی سلف چک اوت که برم چک اوت کنم. اینجا سلف چک اوت، بعد حالا ببینیم قیمتش چقدر میشه بهتون میگم. خب این کلا خریدای منه، مثلا موز گرفتم، مرغ گرفتم، چلنگ گرفتم، سیزمی گرفتم، خورما گرفتم، دوتا شامپو گرفتم، لیمو گرفتم، بعد از اینا گرفتم. ما خراسانی بهش میگیم گرمک. بعد این طبق کندلو ارزم بزرگ، هفنف گرفتم، تخم مرغ، ماست، دوتا گوشخ کرده، یه دونه گوش این مال بیف گاو، این بوغلمون، اینم که منگوه، امبه نکتارش در واقع، اینم که شیرینه، همه با هم شده $107 $108. خرید بعدی نیست، چون حالا مخصوصا وقتی که حالا چیزای اضافه هم گرفتم بیه، مثلا شامپو اینا، در کل بد نشد. خانم رسیدم خونه، بگ یادم رفته بود بیارم، الان بگا رفتم داخل خونه آوردم دیگه، اینا رو میذارم داخل، میرم تو و این سطح آشغالم که باید ببرم بذارم جلوی در خونه. امروز یک شنبه است، یک شنبه شب معمولا میذاریم که دوشنبه صبح زود اینا میان آشغالا رو میبرن. دوشنبه و پنج شنبه جایی که من زندگی میکنم اینا میان و در واقع آشغالا رو میبرن. ساعت 5:30 بارش شروع شده، دوباره داره بارون میاد، ببینیم تا آخر شب ادامه پیدا میکنه یا نه. خب من خریدارو گذاشتم داخل یخچال، تمام شد. آشپزی هم داشتم میکردم که دیگه حالا گذاشتمش داره غذا میپزه. معمولا روزای یک شنبه تا یه دو سه روزی غذا درست میکنم، چون دوشنبه سه شنبه هام خیلی درگیرم، دوشنبه سه شنبه چهار شنبه، مثلا صبح ساعت 8 میام تا 10 شب نیستم، واسه همین اونا رو غذا درست کردم که کمی راحت تر باشه. بهش میگن میل پرپ، میل پرپ کردم که راحت تر بتونم تا آخر هفته سر کنم، زندگی کنم. در واقع یه چیزی میخواستم بگم، راستی اتفاقی که هست اینه که یه چیزی تازگی ها خیلی حال میده به هم، این واقعیت دارم میگم. مثلا من 28 سالمه دیگه، بعد تو تمام مثلا 28 سال خب من همیشه آدم درس خونی بودم، همیشه مثلا شاگرد اول بودم و فلان و اینا، حالا میگم اینا رو توی ویدیو جداگانه. بعد همیشه درگیر بودم، کتاب مثلا به عنوان کتاب رمان یا مثلا کتاب داستان نویسی وقت نمی کردم بخونم، یعنی با وجود اینکه حتی خیلی کتاب مثلا به معرفی می شد بشین بخون و اینا، هیچ وقت نمی کردم بشینم کتاب به صورت واقعا مثلا بذارم وقت بذارم، یا مثلا هر شب 10 صفحه بخونم، 5 صفحه بخونم، هیچ وقت وقت نمی کردم. خب بعد حالا مثلا دیگه خب کار ارشدم تمام شده، دکترم هم اینجا دیگه، این ترم آخرمه تقریبا، یک دو سه ماه دیگه مونده، یه کمی وقتم آزادتر شده، یعنی یه کمی ذهنی دغدغم کمتره حداقل.
و شروع کردم به کتاب خوندن، یعنی خیلی رندوملی، یعنی اصلا بدون اینکه هیچ هدف خاصی داشته باشم. یه شب از یه ماه پیش شروع کردم، مثلا یه شب همجوری یه کتابی رو دانلود کردم، کتابم بوفکور صادق هدایت بود و شروع کردم به خوندن. دارم میخونم ببینم چقدر بهم لذت میده. یعنی مثلا الان شرایطم اینجوریه که زمان یکم آزادتره و اولین کاری که میکنم مثلا زمانم آزاد باشه میشنم کتاب میخونم و واقعا ایده میده. مثلا همین کتاب صادق هدایت بوفکورش مثلا شاید یه جورایی مثلا الان جایی که من زندگی میکنم یه جایی مثلا دور افتاده، اون خونه ای که اون داره تجسم میکنه یا مثلا من تو اون خونه داشتم زندگی میکردم، یه سری ایده بهت میده که واقعا توی زندگی خودمون هر کدومون شاید یه جای اتفاق بیافته. و هر کتابی همینه دیگه، هر کتابی داستانی داره که ممکنه به داستان من و شما نزدیکتر بشه. بنابراین چیزی که من توصیه میکنم اینه که با وجود تمام ذهن مشغولی ها و درگیری ها، خیلی وقتا به جای اینکه پرسه بزنیم تو اینستاگرامی و تو یوتیوب و این ور اون ور، 10 صفحه کتاب شریف بخونیم واقعا جوابه. واقعا یعنی آرامش ذهنی که بهمون میده خیلی بیشتر از اون آرامشیه که ما دنبالشیم تو خیلی چیزهای دیگه و سطح سواد میبره بالاتر. مثلا شما آدم های خفن رو ببینی، هر مثلا توصیه هاشون اینه که کتاب زیاد بخونی. حالا فرهنگ آمریکا هم کلن همین جوریه، کلن کشور اروپایی و اینا، آره، ولی آمریکا هم شما میبینی خیلی عجیبه واسه شون. یعنی اصلا ما ایرانیان وقتی خودمون رو مقایسه میکنیم باهاشون، مثلا ما کتابی نمیخونیم نسبت به اونا. واقعا اونا کتاب میخونن و پول خرج میکنن واسه مثلا ما هی دنبال اینه که PDF گیری بیاریم و نمیدونم کتاب مجانی باشه و فلان. اونا نه، اونا واقعا هزینه میکنن واسه کتاب و واقعا از بچگی سعی میکنن که بچه‌هاشون رو اینجوری بار بیارن که کتاب زیاد بخونن و سطح سوادشون واقعا توی اون زمینه خیلی بالاست. حالا اینو گفتم و اینو بگم که مثلا ساعت 6 و نیم 7 شب من شروع میکنم کتاب خوندن، یه ساعتی برای شام بخورم و دیگه کم کم یه کمی هم اینستاگرام و این برنامه بچرخم و بعدش دیگه فکر کنم بخوابم. حالا بریم بازم ببینیم تا آخر شب چی کار میکنم. خب الان ساعت 9:45 دقیقه است تقریبا و واقعا دیگه من هیچ کاری ندارم انجام بدم. شام خوردم و کتاب هم یکم خونده بودم دیگه. کار دارم، حس انجام دادن کاری، اون کارهایی که باید بکنم الان نمیشه که مثلا کار دانشگاه اینا رو. بنابراین بهترین کار اینه که همجوری یه کمی دیگه تو اینستاگرام میبرم اونور باشم و بهش بگیرم بخوام. فردا دوشنبه دوباره روز از نو، روزی از نو. و آره همین، روز بدی نبود در کل، روزی بود که کلن یعنی به هیچ کار نکنم گذشت، خوب بود. و از این روزمرگی ها سعی میکنم بیشتر واسه تون بذارن که بینه زندگی نرمال یه آدم توی آمریکا چجوری میتونه باشه تو زمان دانشجویش.